حبیب الله سمایی فرزند بزرگ میرزا حبیب سبحان حضور بود، پدر استاد سنتور و ضرب، و حبیب از خردسالی اصلا 4 سالگی به پیشنهاد پدر ضرب رو شروع کرد. حبیب متولد 1280 خورشیدی هست و در سال 1325 از دنیا میره. او در کودکی سنتور پدر رو همراهی میکرد تا اینکه در 12 سالگی شروع به نواختن سنتور کرد. شیوه سنتور حبیب سمایی بسیار سنتی و در راستای موسیقی ردیفی هست و از لحاظ ضرب ها و ایقاعات تبعیت میکنه از گذشتگان خودش. او در همون سنین جوانی در مجلس آقا حسین قلی و نایب اسدالله حاضر میشد و با آنها همراهی میکرد. بعدها در مدرسه موسیقی سالار معزز شیوه غربی و نوت‌نویسی رو هم یاد گرفت، اما هیچگاه در کار خودش از اونها استفاده نکرد چون اعتقاد به ثبت موسیقی به معنا نداشت. تنها با خانم پروانه مجموعه نزدیک به 1 ساعت ضبط کرده صفحاتی که تنها یادگار مضراب او هست. از شاگردانش نورعلی خان برومند بسیار به شیوه استاد آشنا بود و این شیوه رو به اساتید بعد، یعنی اساتید مثل مجید کیانی انتقال داد که مجید کیانی تحقیقات بسیار زیادی در باره استاد سمایی انجام داده و به تب رسونده. همچنین مرتضی عبدالرسولی، قباد ظفر، مهدی ناظمی و ابوالحسن صبا از کسانی بودند که زیر نظر حبیب آموزش سنتور دیدن. در دوره که سنتور در ایران تقریبا مهجور شده بود و به فراموشی گراییده بود، ابوالحسن صبا با نواختن اون و یاد دادن اون به شاگردان خودش مثل فرامرز پایبر باعث شد که این ساز دوباره بهش توجه خوبی بشه و همچنین فرامرز پایبر قطعات بسیار خوبی برای این ساز ساخت و نواخت و زد.